در سالهای پسین به دلیل نبود سردخانه های میاری دهقانان ناچار شدند که فراورده های زراعتیشان را به بهای ارزان به فروش برسانند. دهقانان و باغداران در ولایت بلخ از کمبود سردخانه در این ولایت شکایت دارند و از حکومت میخواهند که در این راستا توجه کند. مگر مو اتاون دهقان پوره نیست که برای ما مثلا 100 بوجی مثلا پیاز مو بریم در اونجا بانیم در سردخانه. او را یک بوجی 200 روپیه است. یک بوجی را 200 روپیه بخری دیگه یک سیر پیاز ما یک تورک پیاز این سال 90 روپیه سودا کردیم که سیر سیر بود. دیگه ای سرچ پورا نمیکنه. سردخانه که شخصی است. او شخصی است اگر دولت که مثلا دهقان و کشاورزی و همکار باشه مثلا مال ما یک رومی ما را یک بامی ما را یک چیز ما را برد سردخانه بمونه مثلا یا پیاز ما مردم ها میشه. مثلا یک کیلو رومی در چند دست از پاکستان میاد یا از ایران میاد در سر ما مردم میفروشه. فکر کنید کیلوی 100 روپیه یا 80 روپیه. مسئولان در ریاست زراعت و مالداری بلخ میگویند که تلاش دارند بر اساس نیازهای دهقانان و باغداران در این ولایت سردخانه های معیاری بسازند. دهقانا بینشان هماهنگ نیستند. اگر هماهنگی بین دهقانا وجود داشته باشه، کوپراتیف ها باشند که واقعا کال ما کوپراتیف داریم نامش است. دهقین از دیگه استفاده نمیکنه. از انجمن های دهقین باشه که دهقانا بتانه یا تجار مقدس دهقانا بگیرن و یک مشکل خاصی نمیشه که ما قرضه ها نداریم. اگر ما قرضه های بدون سود در اختیار دیاقین قرار بدیم، بعضی دیاقین علاقمند میشه که محصولات خریداری بکنه یا به قسم امانت به قسم کرایه به این سردخانه بانند. باز میشه که در موقع ضرورت کم کم در بازار ایرا به عرضه برسان. نبود سردخانه برای نگهداری سبزی ها و میوه های تازه در افغانستان از چالش هایی است که هنوزم به آن توجه چندانی نشده و این موضوع سبب شده است تا سالانه درصد بالای از میوه های افغانستان به بهای اندک به خارج از کشور صادر شود یا بابت نبود امکانات نگهداری ضایع شود.